بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر یکایک شما بینندگان گرامی و ارجمند برنامه بعد از خبر. در چند روز اخیر چندین ولایت کشور عزیز ما افغانستان در نقاط مختلف، مخصوصا در قسمت‌های شمالی کشور، شاهد جاری شدن سیلاب‌های سهمگین، مخرب و ویرانگر بود. اما حجم عظیم و بسیار گسترده و جبران ناپذیر تلفات و خسارات ناشی از سیلاب در ولایت بغلان اتفاق افتاد. ما در این مصیبت بزرگ و فاجعه عظیم ملی در کنار هموطنان سیل زده و آسیب دیده ایمان هستیم و مراتب تعزیت و تسلیت خودمان را به تمام خانواده‌های متضرر و مخصوصاً خانواده‌هایی که قربانیان جانی داشتن از ناحیه سیلاب‌ها، مراتب تعزیت و تسلیت خودمان را عرض می‌کنیم و دعا می‌کنیم که این آخرین فاجعه طبیعی در کشور ما باشه و هموطنان ما پس از این در آرامش و امنیت کامل از ناحیه بلایای طبیعی قرار داشته باشند. برای بررسی ابعاد بیشتر و آشنایی با جزئیات دقیق‌تر در خدمت جناب آقای حبیب الرحمن حبیب، سخنگوی محترم وزارت محترم اقتصاد هستیم. ضمن این که باید عرض بکنم که تاکنون یک آمار مطمئن و نهایی از تلفات و خسارات ناشی از سیلاب ها گزارش نشده. منابع مختلف گزارش های متعدد و آمار زد و نقیز از شمار کشته ها و زخمی های این حادثه گزارش دادن و همینطور برآورد هایی که از خسارات سیلاب ها در نقاط مختلف مخصوصا در ولایت بغلان شده غیر دقیق است. با این حال ما سعی می‌کنیم که در برنامه امشب با جزئیات بیشتر و نسبتاً دقیق‌تر از فاجعه آگاه شویم و شما را هم آگاه بکنیم. سلام با شما و خیلی خوش آمدید. و علیکم السلام. تشکر موسوی صاحب از شما، همکاران محترم تکنیکی و خدمت تمامی بیننده‌های محترم تلویزیون تمدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار سپاسگزار هستم از حضور و تشریف آوری شما در برنامه. اجازه بدین بحثمان را با آمار تلفات و خسارات ناشی از سیلاب ها مخصوصا در بغلان آغاز کنیم، به ویژه اینکه گزارش های متناقض و ناهمگون از این حادثه تاکنون مخابره شده. ضمن اعتراف دعا برای شهدا و استدعای شفای عاجل و صحت کامل به مجروحین، مراتب تسلیت و همدردی خدا به نمایندگی از وزارت اقتصاد با تک تک از خانواده های قربانیان شریک میکنیم و برشان صبر جمیل و اجر جزیل از الله متعال استدعا دارم. به اساس معلومات ابتدایی در مورد خسارات ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت مختلف کشور، ولایت بغلان، ولایت تخار، فاریاب، ولایت غور، ولایت هرات و ولایت بدخشان، تاکنون هزاران خانه مسکونی ویران شده، هزاران جریب زمین های زراعتی تخریب شده و سبب شده تا هزاران رأس مواشی از بین بره و تعداد از تأسیسات عامل منفعه نیز کلن و یا قسمن تخریب شده. در مورد آمار و ارقامی که از ولایت بغلان به دسترس ما قرار گرفته، البته ای امو آمار و ارقام از معلومات ابتدایی نهایی نمی باشه. با اساس گزارشاتی که از ولایت رسیده، حدود 154 تن از هموطنان ما شهید شده و 226 نفر دیگه هم مجروحین داریم، ولی این آمار و ارقام با گذشت زمان ممکن تغییر کنه و آمار نهایی نمی باشه. خب ما در رسانه‌های خارجی مخصوصا متاسفانه آمار بسیار بلندی را شاهد هستیم که گزارش شده، به عنوان مثال از قربانی شدن 315 نفر، کشته شدن 315 نفر و حدود 1600 نفر هم زخمی گزارش دادن. اما او چیزی که برای مردم
مهم است، گزارش هایی است یا آماری است که از طرف نهادهای رسمی حکومتی منتشر میشه. ما امیدوار هستیم و دعا میکنیم که آمارها بالا نباشه و انشاءالله. جان هموطنان ما به سلامت باشه انشاءالله. برای رسیدگی به قربانیان این فاجعه و کمک به بازماندگان، چه اقدامات ملی و بین المللی صورت گرفته؟ حکومت چه برنامه‌ای را روی دست داشته و نهادهای بین المللی که معمولا در این گونه موارد بسیار فعال هستند، تا کنون چقدر اعلام آمادگی یا حتی مشارکت مستقیم داشتن در کمک رسانی؟ خدمت شما عرض کنیم که جلسه فوق‌العاده کمیسیون عالی اماراتی رسیدگی به حوادث تحت ریاست معاون صاحب محترم اقتصادی ریاست الوزراء روز شنبه برگزار شد. کمیسیون عالی اماراتی که چندین کمیته را ایجاد کردن به خاطر رسیدگی به مشکلات به ساحات آسیب پذیر و افراد نیازمند، از جمله کمیته نجات است، کمیته تهیه و تدارک مواد غذایی است به هموطنان ما که در اونجا است، کمیته جلب و جذب کمک های اضطراری است و که از امی کمیته را وزارت اقتصاد پیش میبره، به این شکل کمیته های برای صحت است که در اونجا تیم های سی فعالیت میکنن و به خاطر مجروحین، و همچنان کمیته هم است به خاطر تکفین و تدفین جنازه ها. البته که این کمیسیون عالی به تمام وزارت های زیر ربط هدایت دادن تا هرچی عاجل و سریع به محل حادثه بروند و نزدیک به ساحه خود برسانند، که وزارت های مختلف که در رأس این کمیته ها هستند، وزارت داخله است، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث است، وزارت اقتصاد است، وزارت صحت عام است، مختلف وزارت هستند. اینا به اصر وقت تیم ها در اون جمع رفتن، ولی قبل از او در محل حادثه نیروهای امنیتی و مجاهدین هم از نیروهای هوایی و زمینی و مسئولین ولایتی یک قدم بیشتر به محل حادثه رسیده بودند و مو کمک های اولیه که از قبیل ایجاد تیم های صحی است، نجات مجروحین است و انتقالشان است و جنازه هاست، و در پهلوی زو به خاطر امی راه های مواصلاتی که در اثر سیلاب تخریب شده بود، این موضوعات در اولویت قرار گرفتن، بسته های مواد غذایی را به افراد نیازمند اونجا به کسانی که مانده بود برای زونا رساندن، آب آشامیدنی و از این قبیل. این موضوعاتی بود که در حالت عاجل و اضطراری و ایمرجنسی به این موضوعات اولویت داده شد و تمامی ادارات از همه امکانات موجوده که بود استفاده از همی صورت گرفت. در پهلویش باز تیم های امداد رسان و تیم های کمکی از ولایات همجوار هم حرکت کردن به طرف ولایت بغلان به شمول مرکز، تیم های حکومتی دولتی، بله، از ادارات مختلف که بله. مثلا در بخش فواید عامه بود و وسایل ضرورت بود که در اونجا راه های مواصلاتی که اون پروسه کمک رسانی را در اونجا مختل ساخته بودن، بنان از ولایت مختلف کشور، از ولایت پروان، از مرکز، از ولایت سمنگان، بلخ، قندوز به طرف ولایت بغلان رفتن. در اونجا پوسته های صحی ایجاد شد به خاطر تداوی زخمی و مجلوین و انتقالشان. در کل چون یک حالت اضطراری و عاجل بود، بیشتر تمرکز و توجه به فعالیت های شد که در اونجا سبب نجات مردم شود و از افزایش تلفات و جلوگیری شود. این موضوعات بود، موضوعات اساسی و مهم در وقوع سیلاب. بله. پس اولویت نخست بر اساس اولویت بندی هایی که صورت گرفته از طرف کمیسیون و یا کمیته هایی که تحت نظر کمیسیون فعالیت می کنند، در قدم اول نجات جان زخمی ها و مجروحین بوده. بله، قطعا هم باید اینطور باشه. بیشتر در این طور یک حالت عاجل و اضطراری تمام نیروها و امکانات سوق داده میشه به خاطر نجات مردم، و این در اولویت قرار داره. و در پهلوش در مرکز هم چون خدمت شما عرض کردیم که کمیته های متعددی
به خاطر ایجاد تسهیلات و رسیدگی به می مشکلات بساط آسیب پذیر و افراد نیازمند، باز هر کمیته امو وظایف سپرده شده خود برش مجالس تدابیری گرفتن، با اعضای کمیته خود مصروف شدن که وزارت اقتصاد هم در همون روز امو کمیته جلب و جذب کمک های اضطراری که وزارت های مختلف در عضویت دارند، اعضایشان یک جلسه عاجل و اضطراری گرفتن و تا یک اطلاعیه و پیامی که جلالت مآب وزیر صاحب اقتصاد دوره از طریق تمام رسانه های صوتی و تصویری شریک ساخت با مردم، درخواست کمک و همکاری تمامی از دفاتر سازمان ملل متحد، موسسات داخلی و خارجی، همچنان نهادهای خیریه که در داخل کشور است، به همین شکل از اتحادیه های صنعتی و تجارتی و صرافان و تجاران و تمامی هموطنان ما را دعوت کردند تا در همچه شرایط با برادران درمان خود از هیچ گونه همکاری دریغ نکنند. بله. جناب آقای حبیب، همچنان که شما مستحضر هستین، در این گونه موارد چیزی که بسیار تعیین کننده و مؤثر است سرعت عمل است. یعنی به هر اندازه‌ای که ما در قسمت نجات جان مردم سریع عمل بکنیم و تیم‌های امداد و نجات خود را زودتر به محل حادثه برسانیم، به همون میزان از افزایش آمار تلفات جلوگیری میشه و جان مردم و هموطنان ما به صورت قابل توجهی نجات داده میشه. از نظر سرعت عمل، با توجه به فاصله ای که ولایت بغلان با مرکز داره، کار این کمیسیون چقدر قابل دفاع یا قابل قبول هست از نظر شما؟ در قدم نخست خوب بگویم که وقوع سیلاب ها یعنی مخربترین آفت طبیعی را سیلاب ها به وجود میاره. ما مثالایش نه تنها در کشور خود، حتی در کشورهای دیگه، حتی کشورهای بسیار پیشرفته هم دیدیم که خسارات بسیار مالی و جانی را به جا میگذاره. والیبان هم چون سیلاب ها از طرف شب وقوع پیوسته بود در ولایت بغلان، خصوصا در قدم اول نیروهای امنیتی ما، خصوصا نیروهای هوایی با کمک مردم شتافتند و همچنان مجاهدین و نیروهای زمینی و مسئولینی که در خود ولایت هستند، ریاست های مختلف است، مقام رهبری ولایت است و کمیته ها و کمیسیون ها و امو تشکیلات که در داخل ولایت هستند. و در پهلوی ازو به فردای امروز که روز شنبه میشه، خدمت شما عرض کردیم که کمیسیون عالی مبارزه با حوادث طبیعی و تحت ریاست معاون صاحب اقتصادی ریاست الوزراء تشکیل جلسه میکنه و به تمامی وزارت ها هدایت میده که با در نظر داشته و استقامت کاریشان به خاطر کمک به مردم به صاحب بشتابند، که خوشبختانه تمامی ادارات در اینجا با مو امکاناتی که داشتن، چیزی که در توان داشتن، به ساحه رفتن. فعلا هم منصب مالی اداری وزارت ما همراه رئیس انسجام موسسات غیر دولتی و یک تیم از همکارا و کارمندا در ساحه هستند از امون روز به طرف و سرعت با یک سرعت عمل کردن در ساحه خود رساندن. ولیکن باز همچون امی خود تخریبات از سیلاب منجر به شد که خسارات خود به جای روند عملیات نجات را کند میکنند. بله. و از طرف دیگه هم خدمت شما عرض کردیم که این سیلاب باعث شده بود تا راههای مواصلاتی را که مثلا هم کمک های عاجل و ضروری در اونجا برسن، حتی در بعض جا هم سرکات تخریب شده بود که خود از او هم یک اندازه وقت گیر میشه. ولیکن اقدام بسیار مؤثر به جا و با همون سرعت عمل کار شد. انشالله که آله هم تیم ها مصروف هستن در اونجا و از هر گونه امکانات که از در اونجا استفاده میشه به خاطر نجات مردم. بسیار خوب. نهادهای بین المللی، سازمان های مهم امدادرسانی بین المللی و خارجی یا دولت ها و کشورهای خارجی چقدر اعلام آمادگی کردن برای کمک به مردم و حکومت افغانستان؟ یک تعداد از موسسات با روز اول، چون یک تعداد از موسسات که در سکتور مبارزه با حادث طبیعی کار میکنن در هر ولایت هم موجود هستند، ما موسسات غیر مورتی را به اساس سکتور فعالیت میکنن که اونا باز اونمو منابع امکانات وسایل تجهیزات به خاطر
رسیدن به موتور یک وضعیت اضطراری را قبل از قبل با خود می داشته باشند، البته چون هم استقامت کاریشان است. گزارش که از ولایت بغلان به دست آوردیم، دفتر محترم یونیسیار بود، دفتر دبلیو اف پی بود، آی او ام بود، دفتر آقا خان بود و یک دفتر دیگه هم کیف بود که اینا به اسرع وقت به مو ساحات آسیب پذیر رسیدگی کرده بودند، اون پسته های صحی را ایجاد کرده بودند، در قسمت انتقال مجروحین و تداوی زخمی ها فعالیت کردند، بسته های مواد غذای گرم در اونجا با مردم شریک ساختن، بردن آب آشامیدنی را. و بعد از او که جناب وزیر صاحب هم از پیام را به خاطر همکاری و جلب مساعدت های اضطراری با تمامی دفاتر سازمان ملل متحد و موسسات داخلی و خارجی و نهادهای امداد رسان شریک نمودند، یک تعداد از نهادهای بیرونی و حتی کشورها هم اطمینان دادند که برای رسیدگی به افراد متضرر و به ساحات آسیب پذیر باز همکاری های بشری و کمک های بشری خود شریک بسازند. خبری که امروز داشتیم، یک محموله از مواد طبیعی و صحی و همچنان مواد اولیه مورد نیاز که است، یک محموله 79 تن است از طریق اتحادی اروپا به کابل رسیده که این هم به خاطر نمی رسیدگی به متضررین سیلاب در نظر گرفته شده. کشور قطر هم امروز دو پرواز البته محموله های کمکیشان به ما اطمینان دادن، انشالله که او هم رسیده باشه به میدان هوایی مزار شریف. و در پهلوی از او امروز امی طرف استادیوم می آمدیم با سفیر کشور ژاپن هم وزیر صاحب ملاقات داشتن. در مجموع یک هماهنگی کامل وجود داره، ما با نهادهای بیرونی هم در تماس هستیم، با نهادهای داخل کشور ما، با اتحادیه های صنعتی و تجارتی و بنیادهای خیریه هم در تماس هستیم و حتی مردم ما هم در ولایات به خاطر کمک و همدردی به متضررین حادثه در ولایت هرات به اقدام به جمع‌آوری کمک های مالی و جنسی کردند که در اونجا جوانان رشته پیدا محسن به خاطر کمک و همدردی و رسیدگی به اون وضعیت در حد و توان مردم کمک میکنه و کمک ها جمع‌آوری میشه. دیگه انشالله در این قسمت هماهنگی وجود داره و سعی و تلاش بری است که به شکل احسن به مردم کمک شود و مشکلات مردم رسیدگی شود. انشالله. بدون شک تماشای صحنه های جاری شدن سیلاب در همه جا، مخصوصا در ولایت بغلان که بیشترین خسارات و تلفات به دنبال داشته، دل هر انسان را به درد میاره، بسیار تلخ و جانکاه است. اما در کنارش امروز صحنه هایی را ما مشاهده کردیم در فضای مجازی از تلاش و تقلای مردم برای امدادگری و کمک رسانی به سیل زده ها، مردمانی که با بضاعت بسیار اندک و توان بسیار پایین اقتصادی در واقع هر آنچه را در اختیار داشتن سخاوتمندانه بر دوش میکشیدن بدون استفاده از امکاناتی مثل موتر یا کاروانهای امداد رسانی، هم تو با پای پیاده و از بین کوها و دره ها سرازیر می شدن برای رساندن مواد غذایی یا هر چیز دیگری به سیل زده ها. این صحنه ها در تاریخ کشور ما بسیار بسیار مهم و ماندگار هست و از طرفی هم در واقع این مسئولیت همه مردم ماست. یعنی درد مشترک است، هموطنان ما در نقاط مختلف کشور مخصوصا در بغلان آسیب بسیار عظیم دیدن و نیاز به همدردی دارن، نیاز به کمک دارن. روحیه کمکگری و امدادرسانی و همدردی بسیار روحیه مقدس و ارزشمند و اسلامی است که الحمدلله در مردم ما وجود دارد. اما در عین حال برای اینکه مردم را بیشتر به صحنه بیاریم و در واقع مردم تا
تحریض و تشویق شوند برای دستگیری از آسیب دیده های سیلاب، نیاز به یک کار فرهنگی و تبلیغاتی گسترده است که از طرف حکومت باید انجام شود. در کنار موضوعی که شما فرمودین که اشاره کردین به پیام جناب وزیر صاحب اقتصاد که در اونجا از مردم و تاجران و مؤسسات خیریه، در واقع مؤسسات خیریه داخلی درخواست شده که کمک بکنن، استقبال مردم چقدر بوده از نظر شما و تاثیرگذاری این پیام و پیام‌های مشابه برای روحیه بخشی و انگیزه دادن به مردم چقدر بالاست؟ جناب موسوی صاحب، افغان‌ها از یک گوهرند و این واجب دینی اسلامی و مهنی خود میدانه که در همچه شرایط با برادران متضرر خود با امکانات در حد و توان خود کمک و همکاری کنه و این هم ثابت شده. ما تا 2-3 سال گذشته چندین رویداد طبیعی داشتیم، از سیلاب های در ولایت پکتیکا و پکتیا و خوست، بعد از او زلزله ولایت هرات، همین سالی که گذشت با عودت سیلاس های مهاجرین افغان از کشورهای همسایه روبرو بودیم و فعلا هم با حادثه که در ولایت بغلان و یک تعداد ولایت به خوب پیوست. لله الحمد تمامی افغان ها، تمامی مردم شریف ما در این قسمت یک صدا هستند، با یک تصمیم هستند و هر آنچه در حد و توانشان است با برادران خود کمک میکنند، در این جای شک نیست. و چیزی که برمیگرده به خاطر بسیج و انسجام مردمی، این بس بسیار مهم است. ما قبلا هم امی کمیته ها ایجاد شده در سطح وزارت هاست و هر یک کمیته مسئولیت خود داره، اعضای کمیته هستند که در بخش فرهنگی هم فعالیت میکنند در جلب و جذب امی کمک های یا مساعدت ها در حالت اضطراری هم وزارت ها و ادارات در اونجا مسئولیت دارن و به این موضوع رسیدگی میشه از طریق اونمو آدرس های مشخصی که است. ما با تمامی نهادهای داخلی در اینجا در یک هماهنگی کامل هستیم، با نهادهای تجارتی و صنعتی در اینجا نماینده های شمرای ما است، از بنیادهای خیریه به نمایندگی اینجا امرای ما در کمیته ها موجود است و پیام بسیار زود به اونمو اصناف میرسه و اونا باز در بین خود هم اتحادی هایی هستند، مسئولینی هستند که به خاطر جمهوری کمک ها و رسیدگی به ساحات آسیب پذیر باز اقدام میکنن و دوباره باز کمیته هایی که معذف از به اطمینان میتن گزارش میتن. انشاءالله در این قسمت هماهنگی کامل وجود داره و مردم ما تمامشان آماده ازی هستند و این نشان دادن که در همچه شرایط سخت و در مشکلات در پهلوی هم برادرای دردمند خود استاد میشه. بله انشاءالله. ببینید جناب حبیب، چیزی که در دنیای امروز مطرح است و دولت مردان، مخصوصا دولت های مسئولیت پذیر و مردمی احساس مسئولیت میکنند در قبالش، این است که وقتی یک اتفاق میفته، یک فاجعه طبیعی رخ میده، برای دفعات بعد کاری بکنن که این اتفاق نیفته یا اگر میفته خساراتش و تلفاتش به حد اقل برسه. تدابیری اندیشیده میشه، راههایی و راهکارهایی جستجو میشه و در نهایت میزان و آمار خسارات و تلفات به حد اقل میرسه. حکومت امارت اسلامی در دراز مدت برای جبران خسارت هایی که فعلا وارد شده بر مردم که خیلی عظیم است، شما اشاره فرمودین هزاران باب خانه ویران شده و هزاران جریب زمین زراعتی مردم از بین رفته، در واقع همه هستی مردم، همه دارایی مردم متاسفانه از دست رفته، در یک چنین شرایطی حکومت برای جبران خسارت ها و پیشگیری از تکرار فاجعه چه تدابیری اندیشیده و چه آمادگی ها و ظرفیت هایی داره؟ موسوی و سوی محترم، می خواهیم به دو موضوع اینجا اشاره داشته باشیم. یک موضوعی است که مردم شریف ما هم باید به مو اعلامیه ها و به مو وقتی یک پیام و خبر از طرف ادارات زیرابط نشر میشه، خصوصا از بخشایی که
وضعیت و اقلیم و آب و هوا را با مردم شریک می سازند. باید به مو اخبار و خبرهای بخش هواشناسی توجه جدی کنند تا در همچه شرایطی که باز وقوع بارانهای شدید می باشه اونا آمادگی خود داشته باشند و به مو توصیه ها باز رفتار کنند. بحث دوم هم است که اعمار اینمی خانه های مسکونی در مسیر سیلاب ها که سبب منحرف شدن آب باران ها میشه و سبب بروز همون یک حادثات میشه، این هم بسیار مهم است. بحثی که برمیگرده به ای که تدابیری که از طرف ادارات زیره صورت بگیره این هم بسیار مهم است. خدمت شما عرض کنیم که یک چیزی که بسیار مهم است و ایست که افغانستان یک جغرافیای کوهستانی است و متاسفانه که امی بارش باران شدید و پی در پی و با مو وسعت بسیار گسترده که ما شاید از او بودیم که باران ها بسیار شدید بود، سبب وقوع اموتر یک حادثاتی که از قبل پیش بینی نمیشه شد و خسارات مالی و جانی را هم در پی داشت. ولی برنامه هایی که به خاطر سالهای بعدی در نظر گرفته شود تا از تلفات بیشتر جلوگیری شود و از خسارات بیشتر جلوگیری شود، این در اولویت کاری ادارات زیربط است. و شما بهتر معلوم است سالی که گذشت به اساس فرمان رهبری امارت اسلامی افغانستان در تمامی ولسوالی های کشور اعمار چکدم ها را هدایت دادند، یعنی به صدها چکدم به خاطر مهار شدن یعنی آبهای سطحی، آبهای باران اعمار شد. یک تعدادش هنوز هم زیر کار است، تحت کار است که این خودش از یک طرف امی آب باران ها را در اونجا جمع میشه، از طرف دیگه از تخریبات سیلاب ها جلوگیری میکنه و در پلوش سبب احیای زمین های بیشتر زراعتی میشه که به این موضوعات تحت پلان است و ایجاب میکنه که دیگه هم وسط پیدا کنه. ما به سطح قریه ها و به سطح نواهی و به سطح محلات همچه پروژه ها تدبیق شود و در پهلوی ازی بخش مدیریت حوادث است که بسیار مهم است. روی ازی تمرکز است افراد مسلکی و تخصصی که در همچه شرایط در اونجا باز برای نجات هموطنان عزیز ما باشند و در پهلوی از او تدبیق پروژه هایی که بعدن که امو زمین هایی که تخریب شده، امو دیاقینی که خسارات مالی دیدن، به شما بهتر معلوم است که هموطنان ما در اطراف و در ولسوالی ها تمام زندگی و ثروتشان امو مالداری و زمین و باغچه است. بنان ایجاب میکنه که ما برنامه های متعددی را در بخش های مختلف که احیای زمین های زراعتی باشه، اعمار کانال ها باشه، دیوال های استنادی باشه، پل و پلچک ها تخریب شده که اعمار عزیز ضرور است و در کل در بخش باغداری و در بخش زراعت در اینجا برنامه ها و پروژه تطبیق شده که انشالله این برنامه ها تمامش در اولویت کاری است، ولی در پلان های بعد از وضعیت عاجل و اضطراری است که به او رسیدگی شود. در کل وزارت های مربوطه و وزارت اقتصاد این موضوع در محراق توجهش است، ولیکن بعض اوقات سرازیر شدن سیلاب ها به شکل ناگهانی و به شکل می باشه که جلوگیری از او نه تنها که در کشور ما بلکه در سایر کشورها هم سبب خسارات زیاد میشه، ولی ایجاب میکنه که تدابیر باشه که تا امو سطح خسارات کاهش بده. انشالله دیگه قسمت توجه جدی است و با وزارت های مختلف انشالله که مشترکن روی این موضوعات تمرکز میشه انشالله. و کار میشه. بسیار سپاسگزار هستم جناب آقای حبیب الرحمن حبیب، سخنگوی محترم وزارت اقتصاد، از توضیحات شما و از تشریف آوری شما در برنامه. تشکر از شما. از همراهی شما هم تشکر میکنم و در پایان دوباره تاکید میکنم که همه ما به عنوان هموطنان آسیب دیدگان سیلاب های اخیر مخصوصا در ولایت بغلان مسئولیت های اسلامی و انسانی بسیار سنگینی بر دوش داریم و متناسب با توان و قدرت اقتصادی و امکاناتی من باید در خدمت هموطنانمون باشیم و برای نجات و همدردی با اونا بشتابیم. خدا نگهدار شما.